در مورد اسادت در ورزش جا داره استاد؟ بله اشکال نداره. یعنی میکنن این که هست بین ورزشکارا هم؟ من شخصا خودم به این عقیده هستم که حسادت باید یک رقابت سالم باشه. رقابت سالم چه خوب. اگر رقابت سالم باشه و این رقابت سالم خودش باعث پیشرفت نفر میشه، پیشرفت دو طرف میشه. ولی وقتی که مسئله تبدیل به حسادت بشه، این تبدیل به حالت خودخوری دیگه براتون، حالت مثلا روانی میشه برش که چرا فلانی رقم است، چرا من نیستم، چرا این میتونه، چرا من نمیتونم. و اینا باعث میشه که به هر حال باز کدورت ها پیش بیاید، باز رفتارهای که دور از نزاکت باشه پیش بیاید. این گپ خواه است، اینه یکان جایی رفته باشین بازان تو ماشالله یک فیگور رفته باشین باز بگه والا کاش که ما استاد اساهی بارم میشه و شما تو کدام خاطره خو نیز در ذهنتون؟ خاطره خو زیاد است. یک نمونهش تقریبا هم چند وقت پیش است ولی نام و جیم رو نمیگیرم من. ما رفتیم دو جیم با یکی از دوستا بودیم، فقط گرمکاری کردیم، یعنی یک تمرین بسیار مختصر تمرین بسیار مختصر کردیم و چون که من برای مسابقه آمدم ایشون بعد دمو حالت من فیگورا رو با خودم تمرین میکردم، پیران نکشته بودم با اون بولیز، بولیزم بسیار کلان هم تو آزاد بود. یک وقت حس کردم که اصلا همه جو کلاب عوض شده، همه کلگی توجه سینما هست. کیهان با ما بود و اونجا بود که یک دفعه کیهان گفت پدر جان، گفتم چیه؟ گفت یا کلگیش گفت وزنه به 260 گفت تمرین میکنست تو سعی میکنی و سر دیسپای خود نندازه وزنه را. و ما قرار بود که همونجا تمرین بکنیم، یعنی این مدت ما تمرین های ما پیش ببرم تا وقت مسابقات را، حتی با هنرش هم میشیشتون گپ زدم. ولی متاسفانه فردایش برای ما زنگ آمد که بسیار همه تو سرد، بسیار همه تو یک حالت خشک از ما عذر ما رو خواستن، گفتن شما دیگه در جیم نیاییم. و من بسیار همونجا لبخند زدم و پشت تلفن ازشان تشکری کردم، گفتم تشکر از حمایتتان از ورزشکارا، از قهرمانا و تشکر از احساستان نسبت به یک ورزشکار، و گفتم تشکر از اینکه به هر حال لطف کردین، محبتتان نسبت به ما نشان دادین. بسیار خوب استاد، چی میگن؟ من بسیار خوبه به خاطر گفتم که ماشاءالله حوصله‌مند بودین. پیام ما به یک تشکری خاص از کسایی است که مرا تشویق کردند در وقت حساس که هم ما دایت هستم، هم رژیم بسیار سخت است 100% که میشه، تشویق کردند، همکاری کردند، هم مادی هم معنوی کمک کردند مرا، مخصوصا کربلای زایر که اسپانسر ما شده و مخارج مرا تا به امروز داده و بسیار دریادل است و زحمت کشیده، من ازش تشکری خواست دارم و بازم تشکری میکنم از کسایی که با ما حسادت کردن، بخل کردن، حتی با ما برخورد درست نکردن، باعث از این شدن که مثلا ما یک چند روزی حتی مثلا یک حالت فکری ما مخشوش شوه، از اونام تشکر میکنم. چرا؟ به این خاطر از اونا تشکر میکنم که رفتار اونا باعث شده که من برای رسیدن به هدفم، برای پیروز شدن بیشتر بجنگم و ارادم قوی تر شود. چرا؟ چون که این مقامی که من میخوایم برم بیارم اگه در افغانستان میبود در سطح ملی هیچ مشکل نبودی، میشه شخصی. بله. ولی وقتی که من خارج از این مرز و بوم میرم، نماینده یک ملت هستم. من یک افغانستانی هستم. به نام کشور افغانستان میرم. پس بنابراین دعای تمام ملت افغانستان را میخوایم و ما را از دعای خودشان دور نداشته باشن. انشالله که با دست پر بیم. انشالله استاد، انشالله. واقعا دل استاد پر است. عزیزا ورزشکارای ما نیاز به حمایت شما دارن. استاد یکی از قهرمانای هستن که ببینین که
با مو قدرت که دارن، ولی قلب وقتی که آزرده میشه، ما شما نیاز داریم که باید همدیگر را بپذیریم، همدیگر را حمایت بکنیم. استاد نزد ما قهرمان هستین، نزد هموطنان ما قهرمان هستین. به او چهار نفر که خدای نکرده شما را کدام آزرده ساخته باشن، دیگه فکر بکنم هیچ چیز نخواد شوه. انشالله با دست پر باش که خدای نکرده کیان جان و برادرش ناراحت نشه، نه گریه نکنه. استاد که از قهرمان است، افتخار ما است، به همین دلیل هم در این برنامه ما داشته میشونه. استاد همیشه موفق باشین. ما میخوایم پیش از پیش شما رو داغوش بکشم و وقفه بگیریم. سلامت باشین، از اینکه لطف کردین با می حالت هم عشق. که رژیم هم داشتین 100% دعوت برنامه رو پذیرفتین. خیلی خوش آمدین استاد، براتون موفقیت خواهان هستم. همچنین برای ما عزیز هستین استاد، خیلی خوش آمدین. از دعوتتون بخیر باشین. استاد همیشه موفق بودین، ان شاء الله موفق می باشین. بخیر باشین، لطف کردین.